سازمان عفو بین الملل به مناسبت 25 نوامبر روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان کارزاری را برای حمایت از زنان و دختران افغانستان راه اندازی کرده است. این کارزار از روز شنبه 4 آذر تحت عنوان برای زنان افغان صحبت کنید آغاز و تا 16 روز ادامه خواهد داشت. سازمان عفو بین الملل از مردم خواسته است پیام های همبستگیشان را برای حمایت از زنان و دختران در افغانستان به اشتراک بگذارند. با این حال از 25 نوامبر در حالی در جهان بزرگ داشت می شود که زنان در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت را تجربه می کنند. بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، طالبان در 2 سال اخیر بیش از 50 فرمان محدود کننده علیه زنان و دختران افغانستان صادر کردند که یکی از نمونه های برجسته تبعیض سیستماتیک علیه زنان افغانستان به شمار می رود. سازمان ملل متحد می گوید که خشونت علیه زنان و دختران همچنان یکی از شایع ترین و فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان است. به گفته این سازمان، تخمین می شود که 736 میلیون زن تقریبا از هر 3 زن یکی آنها حداقل 1 بار در زندگی خود از سوی شریک زندگیش یا فرد دیگر یا از جانب هر 2 مورد خشونت فیزیکی یا جنسی قرار گرفتند. قربانی اسماعیلی فعال حقوق بشر از لندن با ما همراه هستند. سلام و عرض ادب آقای اسماعیلی. سلام خدمت شما و خدمت شنوندگان شما. بزرگوار آقای اسماعیلی، کارزارهای مجازی و صدور بیانیه نهادهای حقوق بشری در کاهش خشونت علیه زنان به ویژه در افغانستان تحت سلطه طالبان چه تأثیری خواهد داشت؟ بفرمایید. خب تأثیری مهم داره، تأثیری بسیار اثرگذار داره، به دلیل اینکه ما باید جهان رو آگاه بسازیم در مورد آنچه که در افغانستان اتفاق میفته و حتما افکار عامه جهانی فشار وارد میکنه روی مفکوره و کارکرد طالبان در افغانستان. اگر کمپین صورت نگیره، اگر صحبتی نشه، اگر بحثی نشه، اگر بیانیه‌های صادر نشه، در حقیقت ما اینو نشان میدیم که در افغانستان همه چی درست پیش میره و موضوع و مشکلی نیست. ولی زمانی که بحث و مسئله و اینا رو ما مطرح میکنیم، کمپین رو میندازیم، بیانیه‌ها صادر میکنیم، به جهانیان نشون میدیم که اوضای افغانستان اوضای درستی نیست، شرایط مردم به خصوص شرایط زنان، شرایط خانمها در وضعیت نادرست قرار داره و باید در علیه این مسئله اقدام صورت بگیره. بله آقای اسماعیلی، گروه طالبان چرا از حضور و فعالیت زنان و دختران در اجتماع و سیاست در افغانستان هراس داره؟ خب این من فکر میکنم برمیگرده به 2 موضوع اصلی. اول این که دلیل اولش این استش که طالبان یک برداشت و یک قرائت خاصی از دین مبین اسلام دارن و در قدم بعدی مربوط میشه به یک بخشی از فرهنگ این مردم. ببینید شما، ما در همسایه خود کشور بدون پاکستان داریم که اونها هم سنی مذهبن، اونها هم با اینا مذهب و دین مشترک دارن، ولی اونجا ما میبینیم که خانم ها مشکلی ندارن، زنان مشکلی ندارن، زنان در اجتماع، در سیاست، در اقتصاد حضوری فعال دارن. ما یادمون هست در دوره اول حکومت طالبان نخست وزیر پاکستان بیاجل بوتو بود و یه خانوم بود، اما در این طرف مرز در افغانستان شما میدید که خانم وقت ناشناس از خانه بیان بیرون. نفهم کنه این موضوع فرهنگی هست که البته مربوط میشه به یک بخشی از طالبان.
شامل همه طالبان هم نیست. یه بخش دیگه هم موضوع مذهبی دینی هست که اینا یک قرائت خاصی از دین از دین مذهب دارن که میگن خانم ها باید محدودیت داشته باشن و در چارچوب خانه بمونن. و سوال آخر، با توجه به تداوم فشار و اعمال محدودیت چشمانداز حضور و فعالیت زنان و دختران در افغانستان را چگونه ارزیابی میکنید؟ بفرمایید. متاسفانه چشمانداز خیلی خوبی نیست. در این دو سال که طالبان برگشتن سر قدرت، ما ببینیم که همونطور که شما در ابتدا گفتین، فرمانهای متعدد را علیه خانم ها صادر کردند و این محدودیت ها و این فرمان ها همچنان بجا و اعمال میشن و نافذ هستند. اگر ما با کمپاین‌ها و با این اعتراضات خود ادامه ندیم، حتما چشم‌انداز خوبی نمیاد. ولی اگر ما تلاش بکنیم، هر روز کار بکنیم و فعالیت‌های خود افزایش بدیم و جامعه جهانی را در این مسئله هم داخل بسازیم، خب بخوای نخوای بالاخره طالبان هم مجبورن که کنار بیان، چون طالبان نیاز دارن برای اینکه باید به رسمیت شناخته بشن، مشروعیت به دست بیاورن، هم مشروعیت داخلی هم مشروعیت خارجی. بنابراین در حال حاضر من خیلی خوشبین نیستم، اگر چون متوجه میشم که یه مقدار توجه جهان روی افغانستان کاهش یافته با توجه به تحولات جدیدی که در حال وقوع هست، اما ما همچنان باید در صحنه حضور داشته باشیم، همچنان باید فعالیت‌های خود رو دنبال بکنیم، همچنان باید سعی تلاش بکنیم که توجه به افغانستان همچنان پابجا باشد، تا اینکه کمک بکنیم که خانم‌ها و زنان از اون شرایطی که هستن بیرون بیان.